عشقش کشید رفت طرف عربستان. دو تا از قبایل عربستان رو راحت سرکوب کرد. خوب دقت کنید، راحت سرکوب کرد. بعد چیکار کرد؟ دخترها زن داشتن، هر داشتن راحت گرفت آورد تو ایران. اینا چندین سال ماندن با ایرانیا ازدواج کردن. خب حالا دقت کنید، بعد از چند سال اینا اومدن گفتن که ما پشیمان شدیم، ببخشید ما غلط کردیم، اساس ما نباید شما کجا شما امپراتوری، ما اصلا یه انسان عقب افتادیم، اگه میشه محبت کنید زنا و دخترا رو پس بدید. اینا اومدن گفت ایرانی گفتن که ما مخیر میکنیم، خانمای عرب میخواد برگردید برگردید، دخترا میخواد برگردید. اینا گفتن که نه ما دوست داریم بمانیم. اون ایده خیلی کمی برگشتن برعکسن، گفتن ایران آب و هواش خوبه، اشخاصش خیلی خوبه، تمدنش خیلی خوبه. خیلی از دخترای عرب و زنای عرب موندن تو ایران، با ایرانی ازدواج کردن. اون وقت اینا وقتی قبایل عرب وقتی برگشتن، اینا شروع کردن گفتن این باعث رو که ما دخترکشی شروع کنیم که نذاریم دخترا اون. اصلا منبع حرفای شما کجا هست؟ حالا اینی که حالا من گوش بده، اینا داخل پرانتز گفتن، این خانم که میفرمایه که ایرانی ترسیدن که زناشونو بگیرن، من میخوام اینو بگم. مثلا قبل از اینکه الان اینطوری بشه، اگه برفس گفته این درست بشه، ایرانی ها زنی اونو گرفتن آوردن. چون چون هم بود که اصلا منبع حرفای شما کجاست؟ اصلا این حرفای اینا از کجا اومده؟ تو کدوم کتاب تاریخ نوشته شده؟ من خودشو نمیدونم، بعدا نمیگرفتن اشاره ای. خب حالا بحث این است که بحث این که ایرانی وقتی مخیر کردن باشه زناتون برگردن، خیلی زناشون ماندن گفتن نه ایران رو دوست داریم. خب خودشون خواستن. آره خب حالا بحث همین باش که اونا برن اینجا دختر پیشه کنن. اینی که میفرمایی که ترسیدن ایرانی، چه ترسید عربا داشته باشن که بیان بخواد اینکه زناشون دختراشون با اونا نباشن؟ مثلا استاد دیگه هم فرمدنه که یه قومی هم را حمله میکنم، میگه اگه از ما نشید میاریم بهتون هم تجاوز میکنیم. خب هم میترسن دیگه، طبیعیه. حالا شما این دیدگاه هایی که الان به شما دقت کنید، امام زین العابدین اسلام فرمود اگر